با سلام خدمت همه کاربرای عزیز سایت زنگ کلاس، ابراهیم هستم با جلسه 30 آموزش برنامه‌نویسی C#. تو این جلسه می‌خوایم کالکشن دیگه ای از سری کالکشن‌ها رو بهتون معرفی کنیم که کالکشن لیسپ باشه. فرقش با اری لیسپ توی جلسه قبل که گفتیم، اری لیسپ جزو کالکشن‌های نان جنریک بود و ولی لیسپ ما جزو کالکشن‌های جنریک مونه و امکانات خیلی خوبی ما میده و میشه گفت یه جورایی ببینید معادل همون اری لیستمونه توی نان جنریک، ولی خب به حالت جنریکش و همون امکانات رو اینجا داریم و بهترش هم میشه گفت تقریبا داریم. خب دوستان، قبل اینکه ادامه آموزش رو بدیم، شما لطف کنید اون دکمه قرمز سابسکرایب توی یوتیوب رو بزنید، زنگوله جلوش هم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشین، لایک و کامنت فراموش نشه، این استای ما هم که با فالو کردن میتونیم بهترین حمایت از ما بکنیم. خب دوستان بریم ببینیم لیست چیه. همونجور که میبینید همون اول گفته که اولا که لیست یک کالکشن جنریکه، توی هدر فایل کالکشن دات جنریک وجود داره و اینکه معادل همون اری لیستی بود که ما توی جلسه قبل بهتون گفتیم، ولی فقط اینکه توی کلاس های جنریک یادتونه دیگه، ما میتونستیم نوع اون کلاسمون رو بهتون به اون کلاس بگیم، چه پارامتر تایپی رو بگید تو کلاستون مورد بر استفاده قرار بده. حالا ببینیم با مثال اینو توضیح بدیم ببینیم به چه حالتیه. ببینید من میخوام یک لیستی ایجاد کنم، دو حالت میتونیم بگیم. بگیم یک لیستمون ببینیم توی system.collection.generic اوکی میگیم لیست و یه آبجکت اوبیجی مساوی نیو system.list. چرا اینو نیاوردیم مگه collection.generic رو داریم؟ چی میگه؟ همون اول من خودم گفتم جنریکه، نیومدم نوش رو مشخص نکردم. این میشه int obj مساوی نیو obj. ببینید وقتی بحث جنریک میشد ما میمدیم توی نمونه سازی از اون کلاسمون نوع اون کلاسمون رو مشخص میکرد. الان هم همینه، ما گفتیم لیست ما از نوع چی باشه؟ int باشه. یک کالکشن جنریک داریم از نوع int، ولی توی اری لیست ما نوع دیگه مشخصیم و هر نوعی میتونستیم به اون اری لیستمون بدیم، ولی از اینجا به بعد ما فقط کافیه بگیم obj.add دقیقا چیزایی که تو اری داشتیم. add ببینید میگه، خودش میگه int item، دیگه نمیتونیم بیاییم رشته بدیم. ما رشته اگه بدیم خطا میگیره از ما. ببینید نمیگه cannot، حالا اگه بمونه خواهشن لطفا نمیمونه دیگه، میگه cannot convert from string to int، نمیتونه اینو کانورت کنه، برای همین باید حتما int وارد بشه. یا میتونیم مثلا خودمون بگیم string باشه، میتونه هر چیزی رو بهش پاس بدیم، بگیم string باشه و به این حالت هیچ محدودیتی هم نداره. اگه یادتون باشه توی جلسه قبل اومدیم گفتیم میتونیم روی کلاس های جنریک ما محدودیت بذاریم که کلاس قبول کنه، یعنی متغیرهای رفرنس تایپ قبول کنه یا متغیرهای ولیو تایپ قبول کنه یا اینکه هیچ کدوم قبول نکنه اصلا. میتونیم همه کار رو انجام بدیم، ولی کلاس لیست دیگه اون محدودیت ها رو نداره. میتونیم رفرنس تایپ بدیم، ولیو تایپ بدیم. حالا منظور اگه رفرنس تایپ که میگیم، ببین یه کار قشنگ کنیم، با مثال بخوایم لیست رو توضیح بدیم. من یک کلاس جدید میسازم که حداقل یک مثالی هم باشه برامون، مگر میگیم پروپرتی داشته باشه، پروپرتی استرینگ نیم پراپ استرینگ فامیلی پراپ اینت، مثلا بگیم avg
AVG و تمام. همین سه تا پروپرتی بگیره، فعلا وارد اون مشخصات دیگه نشدم، چون دقیقا همون امکاناتی که اریمون داره، اد رنج، نمیدونم چی بگیم، کانتین، همه اونا رو ما اینجا داریم. ببینید به ترتیب، بیاین پایین ببین برای اد کردن میتونیم از چی استفاده کنیم. میتونیم به حالت به این حالت بهش مقدار دهی کنیم، یا بیایم اد کنیم، یا بیایم یک کالکشنی رو بهش اد رنج کنیم. دقیقا همون چیزایی که تو آرایمون داشتیم اینجا داریم. ببین اکسسینگشون هم همون حالت نامبر، براکت باز میکنیم، ایندکس اون خونه ای که نیاز داریم رو بهش میگیم، با حلقه فور میتونیم روی تک تک خونه ها پیمایش کنیم، و حالا بر اساس لینک هم میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. ولی خب لینک رو هنوز نگفتیم، زمانی که به لینک برسیم میبینیم چقدر لیست رو خیلی ساده میتونیم ازش یک خروجی بهتر بگیریم، میتونیم روش کوئری بزنیم و گزارش بسازیم از لیستمون. بریم بعد اینزرت داره، ببینید دقیقا همون حالته، ایندکس رو میگیره و میگه، ببینید اینجا نوشته ایندکس رو میگه، آیتم رو میگه. دقیقا آیتم امکان داره اینت باشه، امکان داره اینجا اینت، باید حتما ما اینت بدیم. دقیقا همون روال برای اینجا داریم، ریموو هم داریم، چک که همون کانتینمون بود اینجا هم داریم. دقیقا همون مواردی که اونجا داشتیم اینجا هم داریم، کانت داریم، میتونیم طول رشته رو ببینیم تا آخر، دقیقا همون حالت رو داریم. بعضی ها چون لینکن نمیشه الان توضیح داد، ولی به زمانی که به لینک برسیم اونا همه رو میگیم. به خاطر همین به جای اینکه طول آموزش بیشتر بشه، بریم با یه مثال کاربردی کارمون رو انجام بدیم. میایم مثلا ببینید، من الان اومدم چی کار کردم، یک کلاس ایجاد کردم. یادتونه گفتیم کلاس های جنریک میتونیم از یک رفرنس تایپ چی کار کنه دیگه، پارامتر خودشو بگیره. استرینگ رفرنس تایپ، کلاس هم خودشون یه رفرنس تایپ هم دیگه. من میگم به عنوان یک پارامتر این بشه، پارامتر تایپمون بشه، و از این به بعد OVG من یک لیستیه از پرسن. یعنی من باید بیام اینجا بگم obg.add، پرانتز که باز میکنم میگه یه پرسن به من بده، یه آیتم پرسن. میتونین چیکار کنین؟ اینجا بگین new person، یه آکولات باز کنید، اینجا بگین به ترتیب بگین چی میخواین. من نیم رو میخوام مساویه علی، و فامیلی میخوام مساویه مثلا فلا، و یکی دیگه چی بود؟ ای وی جی بود. مثلا بگیم شده 15. این شد از اولین آیتم من. ببینید خیلی ساده اومدیم او بی جی اد، زمانی که پرانتز باز میشه دوباره نشون میدم، ببینید او بی جی دات اد، پرانتز که باز میشه میگه به من یک آیتم از نوع کلاس پرسن بده. زمانی که میخوایم از یک کلاس، ما میخواستیم شی ایجاد کنیم، باید اینو نمونه میساختیم دیگه، با دست میومدیم میگفتیم نیو اسم کلاس، اون با نیو میومدیم اون شی رو میساختیم. اینجا هم همینه، میگیم نیو پرسن، فقط یه آکولات باز میکنیم و اینو فیلدها رو دسترسی داریم. میتونیم بگیم نیم مساویه مثلا این، فامیلی مساویه این، و ای وی جی هم مساویه مثلا 10. تموم. این مساوی اینجا نذاشتیم، خطا داده. ببینید اینجوری میتونیم مقدار دهی کنیم. یا اینکه بیایم چیکار کنیم، یه حالت دیگه، یه روش دیگه چی میشه برای اد کردن، بیایم بگیم وره. حالا ور که میدونید هر آبجکتی بره توی اون متغیر، مقدار اولیه که بگیره اون متغیر به اون نوع تبدیل میشه. مثلا وره پی مساویه چی بشه؟ نیو پرسن. میگم یه متغیر نمونه ساختم از کلاس پرسن، کاری به لیستمون فعلا ندارم. میگم پی دات نیم من بشه این علی،
این بشه فامیلی، این بشه AVG، این بشه 15، این هم بشه فلا. ببینید دقیقا همون شده اون حالتی که زدیم. الان میگم چی کار میکنم، میگم obj.add. حالا چی رو میگه اد کن؟ یه آیتم از نوع کلاس پی. حالا بیانو پی رو بهش چاپ بهش میفرستیم. این حالت با این حالت obj.add new person هیچ تفاوتی نداره که بیایم اینجا نیم رو بهش الان بدیم و فامیلی رو بدیم و AVG رو بهش بدیم مساوی 10. ببین این حالت آخرش هم یادتون باشه سیمیکالون بذاریم. این حالت که اینجا ما نوشتیم با این حالت هیچ تفاوتی نداره. میتونیم از هر دو روش برای اضافه کردن به آبجکتمون اضافه کنیم. الان خیلی جالب شده، ما تونستیم یک کلاسی با پروپرتی هایی که داره بیایم ذخیره کنیم توی کالکشنمون. من میام حالا خیلی سریع یک کالکشن ایجاد میکنم. و اینم بیا چی شد تو هم بیا یک کنترل کادی اینجا مثلا بگیم علی فلا مثلا. این کلن اینو چند تا کپی میگیرم یوسف فرید ترمه محمد پارسا، اسمایی که داریم یوسف غنبری فرید غنبری چی نوشتیم ولی این فتاهی این محمد رشیدی پارسا هم که فلاح. اوکی اینا رو ما نوشتیم. ما یک لیستی رو ایجاد کردم به عنوان داده. حالا میتونیم روش عملیات انجام بدیم، عملیاتی که گفته بودیم چی کار میخواییم بکنیم. مثلا میخواییم یک دانشجوی رو پیدا کنیم، گفتیم چی میتونیم چی کار کنیم. بگیم if اگر obj من .contain ببینیم چی میخواد. میگه یه پرسن تایپی میخواد. میگم چی؟ اون چیز فردی که مورد نظرمون میخواییم پیدا کنیم. میگیم پرسن نیم مساوی مثلا میگیم علی. کجا نوشتیم؟ میگیم علی. چنین چیزی وجود داره؟ علی رو میتونیم پیدا کنه. console.writeline یه اوکی چاپ کنه اگه پیدا کرد. ببینیم چی جواب به میده. console.readkey نداره. console.readkey خب ببینیم خروجی ما چی میشه. هیچی چاپ نکرد. چرا؟ چون پرسنش کانتین پرسن نیمش برابر نیست بین دات. یه لحظه کانتین نیو پرسن میگه اونو میخوام. ببینیم دقیقا همونو بهش بدیم مساویه فالله و AVG مساوی 10. دقیقا همونو بهش میدیم.
یک بریک پوینت میذاریم ببینیم مشکل از چیه. اینجا میایم ببینیم مشکل از چی است. چرا داخل حلقه نرفت؟ یه 6 تا داریم. کانتین من از اینجا تا اینجا رو میگیرم. اد واچ روش راست کلیک کنید، اد واچ رو بزنین، خروجی رو به ما میگه فالسه. چرا؟ بیاییم ببینیم. چنین پرسنی نیمش علی باشه، فامیلیش فلاح باشه، ای وی جی 10 باشه. چنین آیتمی باید وجود داره دیگه کاملا. obg.contain یه دونه برنامه رو یک person list person contain person item میخواد. درسته، مشکل نباید داشته باشه. detriment element list type درسته، داره درست کار میکنه، نباید خطا داشته باشه. یک بولین هم داره به ما برمیگردونه. مشکل از چیه؟ بیاییم توی سایتش ببینیم کجایی. چک کانتین 10 ترو 10 فاس. یه آبجکت عادی رو پیدا بود. نه، ما میخواییم یک کلاسی رو ببینیم وجود داره یا نه. این نباید مشکل داشته باشه. دقیقا میخواییم ببینیم این رفرنس تایپ وای. نه، این اشتباه. چرا؟ چون داره به رفرنس چک میکنه، چنین چیزی امکان نداره. چون رفرنس تایپ هم الان خودش داره به یه رفرنس جای دیگه اشاره میکنه، به خاطر همین پیدا نمیکنه. چطور بیایم ببینیم این نیم داخل این وجود داره؟ بخوایم بر اساس نیم باشه با میشه، یا میگم لینک آموزش ندیدین، چون تو لینک باشه خیلی راحت میتونیم بگیم چی دات. ببینیم لینک رو اینجا داریم. آره، میگیم مثلا find all یک چی میخوام لینک بالا داریم. اوکی دات ببینیم چه چیزایی داریم. یه where داریم، یه find view by id هم داریم. بیاین order by اینا هیچ کدوم. default میگیم first or default. این الان میخوام بگم جزء آموزش نیست، فقط بدونی که با لینک راحت تر میتونیم اینو پیدا کنیم. مثلا میگیم f این حالت f dot نیمش برابر علی باشه. برابر مگه یادتون باشه دوتا مساوی میگیره. و خروجیش دات چی بدیم؟ الان اینو پیدا میکنه. مساویه علی. این کجای پرانتزش یک پرسن میده دات نیمش. دقیقا اوکی. الان ببینید این چیزی که من زدم
نمیخوام فعلا چی باشه، ببین اوکی داده. این بحث لینکه، میتونیم حالا چون میخواستم یک کلمه اوکی رو بدم مجبور شدم به این حالت بدم، ولی اگه همین روش رو اینجا مثلا بگیم و کیو مساویه این کیو من الان یک آبجکت پرسنه، یعنی من الان اینجا میتونم بگم چی؟ کیو دات نیمش برابر علی هست یا نه، به همین راحتی. میدونم با لینک خیلی سرعتمون زیاد میشه تو کار کردن، تو جستجو کردن تو لیست. فعلا اینجا نمیتونیم بگیم، مجبور شدم فعلا یه نمونه نشون بدم. اینجا فعلا دستور کانتین چون با رفرنس اگه روی اعداد باشه خیلی خوب کار میکنه، ولی روی رفرنس تایپ که میشه هر کدوم دارن به یه آدرس دیگه ای چون اشاره میکنن، این دچار مشکل میکنه شرطامونو. خب این از این. ولی خب میتونی الان چیکار کنین؟ یه برنامه بنویسین که بتونید توی تعریف منو، یادتونه دیگه اومده بودیم چیکار میکنیم تو منو، یه لیستی داشتیم. اینجا من یه وایل میذارم، اگه یادتون باشه گفته بودیم تا زمانی که یه اینت n دارم برابر صفر، هر موقع n من مساوی 5 بود، مخالف 5، تا زمانی که مخالف 5 این کار انجام بشه، کنسول دات رایت، این رو سریع می نویسیم که چی نشه، وقت برنامه گرفت، وقت این طول ویدیو طولانی نشه. یک مثلا چیه، عد دو سه چهار پنج مثلا ادیت باشه، ادیت دلیت و سرچ و اینم اگزیت. اینجا میگیم n مساویه int dot parse read line console dot read line. اینو توی طریقه اینم حذفش میکنیم، یک لیست خالی داریم. این اگه یادتون باشه توی جلسه های قبل بهتون گفتیم، حتی الان میتونم من اینو عمومی کنم، یک کلاس عمومی بسازم از نوع پرسن، اینجا متد بنویسم public void add add person چی بشه؟ بیاد بگیم چی کار کن؟ یک اینو میزنیم، اینو میگیم underline obj percent، اینجا هم میگیم var obj مساوی new percent. اینو فقط به عنوان یه مثال داره بهتون نشون میدم که شما این کار رو انجام بدین، یعنی برنامهش رو بنویسین. بیاد چی بشه؟ بیایم حالا مقادیری که میخواییم ما بریزیم توی OBGمون. به چه صورت؟ بگیم write console dot write کنه inter name و obj.name‌ش هم برابر console.readline. خب از این من یک کپی میگیرم، دو تا کپی میگیریم، family
و اینجا هم فامیلی رو بهش میدیم، AVG رو بهش میدیم، اینم میشه این داد پارس، چون عددیه مجبوریم این داد پارس بگیریم و تموم. ببین الان یه مقداری رو گرفتیم توی یه آبجکت پرسن ریختیم، میخوایم اد کنیم به اون OVG. کافیه بگیم underline OVG dot add و OVG خودمون رو بهش پاس بدیم، متغیرمون رو بهش پاس بدیم. یعنی اول اومدیم مقدار دهی کردیم و ادش کردیم، این میاد توی متغیر عمومی که همه جا بهش دسترسی داریم اضافه میشه. اینجا هم چی داشتیم؟ یه سویچ داشتیم از nمون که چی کار میکنه؟ کیس اگه یک بود بریک، اینه که نیاز نداریم دیفالتو، دو سه چهار اینه کافی بگیم. چون استاتیک چیه مینمون، اینجا فقط یه کلمه استاتیک اضافه میکنیم. اینجا میشه add person. تموم. الان من یه چند تا خروجی بگیرم، چی میگه؟ میگه اینم باید استاتیک باشه، از اونجایی که کلن کلاس پروگرام سی اس اون استاتیکه، مجبوریم اینو استاتیک بگیریم. اینجا کجا میاد استاتیک؟ خب تموم، یه پروپرتی استاتیک. الان یک رو میزنم اد و علی الله مثلا 15. دوباره منو ساخته شد، یک مثلا یوسف غنوری 15، نمیدونم چند داده، 19. یه دونه اینجا من بیام بریک پوینت بذارم توی سویچمون کو، الان باید عدد بدم دیگه، مثلا میگم یک. ببینید الان متغیر آبجکت من دو تا مقدار داره، یعنی این مقادیر رو الان داخل خودش ذخیره کرده، یه دونه یوسف رو ذخیره کرده، یه دونه علی رو داخل خودش ذخیره کرده. میتونم الان یه آبجکت جدید اضافه کنم، بیام براش ادیت کنم، بیام بگم آقا ادیتش به چه حالتی باشه. زمانی که توی فرم ادیت رفت، من طریقه ساخت منور که بهتون گفتم تو آرایام باشون کار کردیم، الان توی اری خیلی امکانات بیشتری داریم. بذاریم من ادیتش هم بدم که شما چی کار کنید، بقیه موارد خودتون پیاده کنیم. ادیتش به چه حالتی میشه؟ بیایم ببینیم به چه صورته. public static void edit person. خب توی edit person باید ببینیم یک کنسول کنیم dot write چرا کنسول دات رایت باید چیکار کنیم؟ باید ببینیم اون پرسنلی که میخوایم، اون دانشجویی که میخوایم ادیت کنیم کیه، مثلا بر چه اساسیه، بر اساس نیم پیداش کنیم، بر اساس مثلا کد دانشجویی پیدا کنیم. ما میگیم بر اساس نیم میخوایم پیداش کنیم، میگیم اینتر نیم اوکی. بعد دیگه چی میخوایم؟ انمار مساویه وره، انمار مساویه کنسول دات ریدلاین. ایف اگر، ایف اگر چی؟ قانونن میتونیم با همون کانتین باید کار میکرد، نمیدونم ایرادش از چی بود،
زمان یه پرسنی که بر اساس نیم میره باید پیداش کنه. ولی خب حالا ما میایم با حلقه فورف کار میکنیم یا میتونیم با همون لینک هم کار کنیم، مشکلی نه. کسی که لینک بلدن، کسی که لینک بلدن که مشکلی ندارن. ولی خب فعلا میایم با یک فایند هم فکر کنم داریم، بگیم چی obj dot، یعنی متد هایی که داره به غیر از لینک ببینیم چه چیزایی contain find رو داریم. پس find ببینیم یه person باز میخواد، find all for each، ببینیم با find ببینیم میتونیم کار کنیم. find کنه find match اون چی که میخوایم میشه new، delegate میده. این براتون خیلی سخت میشه، نمیخوام delegate ها رو هنوز درس بهتون ندادیم. find match یک delegate بدیم، یه اوورلودی هم نداره، بذاریم همون حالت عادی فعلا پیداش کنیم. بگیم for each underline person چی شد underline obj، خب item dot name رو داریم، میگیم if اگر item name مساویه n بود، بیا این کار کن، bl بول bl مساویه false. اینا رو تو جلد همون جلسه قبل گفتیم منظور از این کارمون چیه، میخوایم اگه پیدا کردیم ترو بشه دیگه، بگیم bl مون برابر ترو و چیکار کنه؟ ترو و مقادیر رو بگیره، همون اینجا انجام بده. بگیم رایت کن کنسول، همون کاری که برای اینجا انجام دادیم. این چرا اجراه؟ ور obj نیاز نداریم، میگیم اینترنیم رو بگیری بریزه توی underline obj، مستقیم بریزه توی مقادیری که داره رو بگیره چیکار کنه. البته اینجا نیاز نیست، همین آیتم خود آیتم رو بگیره ویرایش کنه. الان درست شد، زمانی که پیدا کرد میگیره، از حلقه هم خارج میشه، این فور ایچه، ایف اگر بی ان ترو بود کنسول دات رایت. حالا اینا رو داریم می نویسیم، یه بار توضیح هم میدیم، میگیم به درستی از فاک زن ادیت پرسن از فاک. چرا آخه دو تا اسه آقا اسمش رو فراموش کردیم، ساک سز. خب الز همینو می نویسیم، همینه که نوشتیم، فقط میگیم not fine. خب آقا ببینیم ادیتش خورده طولانی شد، چون نخواستیم از دستور لینک اینا استفاده کنیم، مجبور شدیم خورده حالت قدیمی بنویسیم. ولی زمانی که لینک آموزش بدیم میبینی اصلا این همه کد نوشتنش علیکیه. فقط یه بار دیگه توضیح میدم، ببینید زمانی که دو انتخاب بشه ما میریم توی
ادیت پرسن، تابع ادیت پرسن، و تابع ادیت پرسن چی کار میکنه؟ اول یه نیمی رو میگیره، بر اساس نیم میخوایم ویرایش کنیم، بر اساس نیم مقدار رو میگیره و میاد توی یه حلقه فور ایچ، میگه تک تک آیتما رو پیمایش کن و چک کن با دستور ایف. اگه پس خواهی میکنم ببخشی مایه گلیمون تازه بشه، میگیم اگر نیم ما برابره اون مقداری که از ورودی گرفتیم شد، بیا چیکار کن، عملیات ویرایش رو انجام بده. یعنی نیم رو یه مقدار جدید رو نیم بگیر، فامیلی رو یه مقدار جدید بگیر و خود AVG بیا یه مقدار جدید بگیر. حالا توی گرافیک که باشه همون مقادیری که ویرایش میشن رو فقط میتونیم چیکار کنیم. اینجا مجبوریم همه رو دوباره بنویسیم چون تو محیط کنسوله. زمانی که پیدا کرد چیکار میکنه؟ اولا که BL که یه فلگی بود که به ما بگه اون فرد رو پیدا کردیم یا نه، ترو میشه و از حلقه خارج میشیم با دستور بریک. دیگه موارد دیگه رو چک نمی کنیم، با اولین مقدار نیمی که پیدا کردیم از حلقه خارج میشیم. آخرم میگیم اگه BL ترو بود یعنی ما چیکار کردیم؟ عملیات ویرایش رو انجام دادیم، پس ویرایش اوکی شد. اگر در غیر این صورت چیزی رو پیدا نکردیم، هیچ فردی با این اسم وجود نداشت و نتونستیم پیدا کنیم، حالا شما میتونید ببینید چیکار کنید. دلیت رو پیاده کنین، سرچ هم پیاده کنین. سرچ که شبیه همین ویرایشه، فقط باید چاپش کنین. دلیت هم که گفتیم دیگه، یه دستور ریموو، ریموو ات، اینا توی آری لیست داشتیم، اینجا هم داریم. دقیقا میتونیم اون آیتمی رو که پیدا کردین، یعنی این آیتمی رو که پیدا کردین، من اینجا حالا میزنم، فقط کافیه چیکار کنین، من آخرش رو اضافه کنم obj. اصلا نیاز نیست اینم بنویسین، نیاز به جستجو نداره. اسمو میدین، نه حلقه فوری میخواد نه هیچی، میگین obj.remove. حالا آیتمتون رو میدین. آیتمتون چیه؟ اون آیتمی که چیه؟ پیدا کردین، یعنی به چه صورت بگیم؟ خود آیتم رو باید بهش پاس بدین دیگه. یعنی الان اینجا من باید بگم آیتم، زمانی که پیدا کردین کافی آیتمش رو بگیرین بهش پاس بدین و پاک کنین. هرچند نیاز به شستجو نداره، فقط بگیم، دوباره اینو می نویسم. یک نکته ای که هست، مجبورین جستجو کنیم فعلا. البته توی ورژن های جدید دات نت، توی مثلا دات نت کور، میگن من یه خورده یه جای اشتباه گرفتم تازه یادم آمد، توی دات نت کور کافی بود فقط این به این حالت بنویسیم new person ببخشید new person. خب اینجا میبادیم چی میگفتیم؟ نیمو برابر اون اینه قرار میدادیم، حالا اسم هرچی، علی هرچی بود قرار میدادیم. اینو نیاز نداریم، اینم نیاز نداریم. اوکی، کنترل کادی، یعنی همین یه حالت یه مقدار رو بدیم تمومه، خودش میتونه پیدا کنه. ولی چون این ورژن قدیمی ما داره کار میکنیم، یعنی سی شارپ فکر کنم، نمیدونم چنده الان، باید ببینیم، فکر کنم سی شارپ 5 الان داره کار میکنیم، یه خورده مشکل داره. یعنی مشکل داره نه، مثلا این آپشن ها رو نداره، ولی توی دات نت کور که اومده این آپشن ها رو داره. فقط یه نیم رو بدیم خودش میاد پیدا میکنه اون آبجکتی که میخواستیم. ولی خب الان فعلا مجبورین شما به این حالت جستجو کنین، یا بیاین چیکار کنین؟ خیلی راحت ترین کارش میشه فعلا این remove at. باز همون مثالی از لینک رو میزنیم که بدونین اگه لینک اوکی بشین تمومه. f f
dot name مساوی n. تموم میشه. الان تونستیم یه آبجکت رو پیدا کنیم توی لیستمون، اون آبجکتی که اسمش علیه، با همین یه خط کد. حالا اینو سعی میکنم لینک رو توی خلاصه تو جلسه بعدی آموزش بدم که بتونیم مثالهای بهتری رو پیاده کنیم. این شد پیدا کردن یک آبجکت که نیاز نباشه حلقه فور بزنین اینجور بخواییم ویرایش کنیم. با همین یه خط میتونین کارتون رو انجام بدین. برای ویرایش هم میشد همین، اگه اوبیجیش برابر مخالف نال بود ویرایش میکردین به همین راحتی. این حالا امیدوارم خوب گفته باشم، جداش کنم اینو، با اون قاطی نشه. public استر آقا بیا، چرا نمیگیری؟ استاتیک void delete میشه این نمونم که این بود. همین کد دلیتش تو حالت لینک بخوایم پیاده کنیم میشه همین، با یه خط اوکیه. اگه میخوای جداش کنین مثلا پیغام بده، کافی اینو بگین این عملیات انجام بده. وره کیو مساویه این، ایف اگر کیو مخالف نال بود این کار انجام بده، else خطا رو بده. اینجا هم کیو رو فقط پاس میدیم، اینجا هم خطایی که نیاز بود. یعنی چی؟ کپی پیس، اینم کپی، اینم دلیت. همین، اگه مخالف نال بود دلیتش کن، اگه نال بود یعنی پیدا نکرد این نیمو، بگی خطا رو بده. حالا وارد لینکش نمیشیم، فقط یک منو ساختیم، یک کلاسی ساختیم. اینا ما همه رو جمع کنیم که شلوغ نشه. ببینید آقا یه منو ساختیم، طریقه منو ساختن از قبل میدونیم و تو منوی اول اد اومدیم آبجکتی که داشتیم OBG person که یک نمونه ای، یعنی یک لیستیه از نوع person، یه لیستی داریم از نوع کلاس person که میتونیم داخلش مشخصات یک person رو ذخیره کنیم، یک reference type رو بیاریم داخلش ذخیره کنیم. حالا میتونه این کلاس هر حالتی باشه، بتونه داخلش متد داشته باشه، بتونه مثلا زمانی که مثلا یه متدی گذاشتیم مالیات طرف رو بگه، بیاد مثلا معدل طرف محاسبه کنه بهتون تحویل بده. ولی اینا همشون توی خونه های لیسته، یعنی توی هر خونه لیست مشخصات یک نفر هست، نه اینکه بخوایم جدا جدا محاسبه کنیم. نه، توی یه لیست یک کلاسی گذاشتیم که مثلا میتونیم چیکار کنیم، مدیریتش کنیم. حالا سعی میکنیم پروژه بهتری رو پیاده کنیم، احتمالاً کالکشن ها تموم بشه، با هم یه دونه بازی پیاده میکنیم ببینیم چقدر با لیست میتونیم راحت مدیریت کنیم و با کلاس ها این کارا انجام بدیم. خب لیست خورده تایممون رو گرفت توی آموزش، چون مثالی که آمدیم بزنیم خورده طولانی شد و بعدی لینک رو باید حتما بعد کالکشن ها بگیم که بتونیم فیدبک بزنیم، این چیزها رو توضیح بدیم. فعلا پس لیست امکاناتشون رو دیدیم، میدونیم مثل اری لیست همون امکاناتی که داشتیم، ریموف، ریموف ات و دیگه اینزرت، بعد دیگه چی داره؟ اینکه اکسس هیچی، ادو داره، امکانات دیگه هم داره. شما کافیه فقط او بی جی رو بزنید، آندرلاین او بی جی دات، ببینید کلیر میتونه پاک کنه، کانت میدونه طول رشته، طول لیستمونه به ما پاس میده، ادرنج میتونیم یه رنجی مثل همون آرایه میتونیم بهش پاس بدیم،
من متد ها رو بزنم. کانتین هم همونه، کپی هم همونه، اگزیست میاد چیکار میکنه، چک میکنه این پرسن وجود داره یا نه، فاین میاد پیدا میکنه، ولی خب باید همه شیش یکی باشه دیگه. اینزرت و اینزرت رنج هم دقیقا همونه، ایندکس آف خونه ایندکس رو میگه، ریموو و ریموو آل و ریموو ات، اینا همه با ریموو رنج همشون دقیقا شبیه اری لیست، هیچ تفاوتی نداره. دقت کنیم به توضیحاتی که اینجا داره. ببین ایندکس دقیقا ریموو رنج یادتونه دیگه، ایندکس رو میگرفت میگفت چند تا بعد این ایندکس رو پاک کنم، دقیقا میگفتیم از ایندکس دو پنج تا ایندکس بعدیش هم بگید پاک کن، یعنی میشد خود ایندکس و چهار تا دیگهش. بعد ریورس رو داره، سورت داره، این لیست رو تبدیل به آرایه میکنه. اینا همه رو توی ما اری لیست داشتیم و خواهیم داشت، اینا هم که کانت و کپسیتی هم که داشتیم اصلا مشکلی نیست. یعنی خود اول سایت هم چی گفت، هم اولش هم دقت کنیم، میگه لیست تی یا خود لیست معادل اری لیست، یعنی چی؟ با اری لیست هیچ تفاوتی نداره، خود اری لیست. یه نکته فقط اینجا نگفتم دستم به این خورد، ما یه اینترفیس داریم، ما اری لیست ها رو میتونیم به این حالت لیست اسم اون پارامتری اون نوع شیء ای که میخوایم اسم متغیر نیو لیست، ولی میتونیم به چه حالتی هم اجرا کنیم، بگیم آی لیست. بهتره که از این روش استفاده کنیم، از بگیم لیست ما یه متغیری باشه از نوع اینترفیس لیست. عموما اینجوری پیاده میکنن توی اینترفیس ها، گفتیم که چطور یک کلاسی رو میمدیم نمونه سازی میکردیم که از اینترفیس میمدیم یه شیئی میساختیم از نوع اون کلاس آخری که میخواستیم. امکان داره مثلا اومده بودیم آی بنز رو از مثلا بنز، آره دیگه آی بنز، از اینترفیس بنز میومدیم یک نمونه میساختیم از کلاس مثلا کار، درسته؟ میگفتیم بس بهتر که موقع نمونه سازی به این حالت باشه، ولی تفاوتی نداره که به طور مستقیم از خود کلاس نمونه بسازیم، ولی عموما توی برنامه نویسی میگن چی؟ برای نمونه سازی بدین از اینترفیسش بیاین یه شی بسازین و از کلاسش نمونه بگیرین. پس همیشه یادتون باشه متغیرتون از نوع اینترفیس باشه، نمونه گیریتون از نوع اون کلاس مد نظری که میخواییم باشه. این شد از این نکتهی که نگفته بودیم و تموم. قسمت لیست های خورده طولانی شد، به خاطر مثال سعی میکنیم دیگه مثال ها رو بذاریم بعد این که تموم شد کلن. اوکیه. خب دوستان سابسکرایب توی یوتیوب رو فراموش نکنید، اون دکمه قرمز رو بزنید، اون زنگولش هم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشین، لایک و کامنت حتما بذارین و اینستای ما رو هم دنبال کنید. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.